بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة زلزلة از کتاب تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله الله سبحانه و تعالی چنین می فرماید بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یعنی الله سبحانه و تعالی می فرماید به نام خداوند بخشنده و مهربان، هنگامی که زمین با شدیدترین لرزه هایش با لرزه درآید و زمین بارهای وزنین را بیرون ریزد و انسان گوید آن زمین را چی شده است، در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو میکند، زیرا که پروردگارت به او چنین وحی و حکم کرده است. در آن روز مردم پراکنده از موقف حساب باز میگردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود، پس هر کس به اندازه ذره کاری نیک انجام داده باشد پاداش آن را میبیند و هر کس به اندازه ذره کاری بد کرده باشد جزای آن را میبیند. الله تعالی از آن چیزی که در روز قیامت واقع میشود خبر میدهد که زمین سخت تکان میخورد و به لرزه میدراید تا که بنا و نشانه هایی که در بالای آن است میافتند و کوههای آن از هم میپاشد و تپه ها برابر میشوند و زمین به میدان صاف و هموار و به فراز و نشیب تبدیل میشود و اخرجت الارض از قالها و زمین مرده ها و خزانه ها و گنج های را که در درون اوز بیرون میاندازد و قال الانسان ما لها و وقتی که انسان حالت بزرگی را که به زمین رخ داده است مشاهده میکند میگوید آن را چه شده است. یوم اذن تحدث اخبارها، در آن روز زمین به خوبی ها و بدی هایی که مردم روی زمین کردن گواهی میدهد، پس زمین از جمله گواهانی است که بر عمل های بندگان گواهی میدهد به ان ربک اوحالها، چون پروردگارت به زمین دستور داده که به آنچه روی آن انجام شده است گواهی دهد و زمین هم از دستور الله سرپیچی نمی کند. یوم اذین یصدرون ناس و اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز مردم به صورت دسته های گوناگون پراکنده می شوند تا الله کارهای بد و نیکی را که کردن به آنها نشان دهد و آنها جزای کارهایشان را به طور کامل ببینند. و من یعمل مثقال ذره خیری یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، این همه خیر و شر را فرا میگیرد، چون وقتی انسان پاداش و کیفری هر آن چی را کرده است میبیند، گرچه به اندازه ذره باشد بالاتر و بیشتر و آن را با طریق اولا خواهد دید. همان طور که الله تعالی میفرماید روزی که هر کس کاری خوب و بدی را که انجام داده است حاضر مییابد و دوست دارد که میان او و آن فاصله دوری بود و آن چی را که انجام داده بودند حاضر و آماده میابند. در اینجا آدمی بر انجام کار خیر هرچند اندک باشد تشویق شده است و از انجام کار بد هرچند ناچیز باشد حذر داده شده.